دیگه دلغک مأمون هی مسخره کرد مسخره کرد مسخره کرد. یک عکس شیری رو پرده بود، حضرت غضبناک شدن، عصبانی شدن، یک نگاهی به این عکس کردن، فرمودن یا اسد الله خذ عدو الله. از خدا نخواستن، خدا بهشون اجازه داده، قدرتش هم داده، خطاب به این عکس روی پرده کردن، فرمودن ای شیر خدا دشمن خدا را بدر و پاره کن. یک مرتبه یک قرشی کرد و پرید وسط مجلس، دلقک مأمون رو گرفت تیکه و پاره کرد و خورد و اجازه نداد یه قطره خونش هم رو زمین بچکه. بعد لپولیسش رو قشنگ تمیز کرد، گفت آقا مأمونم بخورم. حضرت فرمودن نه، او یک عجلی دارد، برگرد سر جاد. پرید شد عکس. سوال نمی کنی حجم بدن دلقک که مأمون کجا رفت؟ نمی دانی. امام دیگه در یک لحظه ایجاد می کند، در لحظه بعد اعدام می کند. امام یعنی یؤمنون بالغیب. اینا اون مقامات باطنی امام است که اگر بهش ایمان نیاری فردای ظهور اصلا حضرت بهت نگاه نمی کنن، محل بهت نمی دن. کتاب خدا هدایت است اما برای متقین. متقین کیانن؟ الذین یؤمنون بالغیب. چندین روایت از امام صادق سلام الله علیه داریم و امام باقر، حضرت می فرمان غیب امام غایب است، الحجة الغائب، باید ایمان بیاریم ولو او را ندیده ای.